مکعب های چوبی حروف و اعداد یکی از اولین اسباب بازی هایی است که کودکان خردسال در غرب از طریق آن با زبان خود آشنا می شوند. گلبرگ باشی، استاد پیشین دانشگاه و مادر دو فرزند، چندی پیش تصمیم گرفت با طراحی و ساخت این اسباب بازی برای کودکان فارسی زبان آنها را به فراگیری زبان مادریشان تشویق کند. من توی این شهر تو نیویورک مادر شدم. دو تا بچه دارم که اینجا به دنیا آمدن و خب این دورور ما موزه هست، کتاب فروشی هست، کتاب خونه های زیادی هست و من میرفتم میدیدم که این مکب در واقع این وود بلاک های انگلیسی ABC زیاد هست و بچه هم خیلی دوست دارن. چوب یه خاصیت عجیبی داره که همه خوششون میاد، بچه هم خوششون میاد. من خیلی دلم میخواست که به بچه ها فارسی یاد بدم مثل هر مادر پدر ایرانی یا فارسی زبان دیگه و متاسفانه هیچی پیدا نمیکردم. احساس کردم که یه چیزی که ما باید داشته باشیم، نمیشه یه زبانی مکعب چوبی برای بچه ها نداشته باشه. تاریخ خیلی جالبی داره مکعبای چوبی. اینا در واقع از حدود سالهای 1700 میلادی 1800 میلادی اینا ما میبینیم آثارشون رو، هم تو نقاشی هم در موردشون نوشته شده. این همزمان با موقعی که جنبش‌های آزادی بخش توی اروپا شروع میکنه به در واقع رشد پیدا کردن و مردم عادی سواد یاد میگیرن که همزمان میشه با ملی شدن در واقع آموزش و پرورش. گلبرگ که لیسانس خود را در رشته ادبیات و زبان فارسی و عربی دریافت کرده است، توضیح می‌دهد که طراحی این مکعب‌ها آنگونه که به نظر می‌آمد کار ساده‌ای نبود و او مدام در این مسیر با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شد. وقتی که تصمیم گرفتم این کار رو بکنم، خیلی برام مهم بود که رو هر در واقع قسمت این مکعب یه چیز آموزشی داشته باشه. خیلی برام مهم بود که تمام خوب اون اشکال باشه، ولی مثلا اشکال هندسی هم داشته باشیم. مثلا این شینو داریم، بعد شینی که میچسبه، شینی که وسطه، شینی که آخر میاد داریم، بعد یه شیش زلی داریم اینجا و یه دونه هم شیر. این قسمتش مقدار اول فکر می‌کردم ساده باشه، ولی فارسی اونم بازم به خاطر تاریخ کوتاه‌تر ملی شدن آموزش و پرورش خیلی از کلماتمون خیلی قلمبه سلمبه است و من هرچی لغتنامه در واقع بود درآوردم برای انتخاب این حروف. بعضی از حروف آسون بود، بعضی از حروف خیلی سخت بود، برای اینکه من دلم میخواست چیزایی باشه که بچه ها استفاده داشته باشن ازش، براشون جالب باشه، قشنگم در واقع بشه تصویر سازی کرد ازش، صلح‌آمیز باشه، یه چیزی باشه که تبعیضی نباشه هم علاوه نژادی یا جنسی، به درد بخوره، صدای خوبی بده. چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که بچه‌های خودم اینجا الفبای انگلیسی رو، شماره ها رو، رنگا رو، اشکال هندسی رو با در واقع با بازی یاد گرفتن، در حالی که من خودم محصول در واقع آموزش پرورش ایرانم و من مثلا مستطیل و مثلث و اینا رو با ترس و وحشت و دعوا و اینا یاد گرفتم، در حالی که من اینجا متوجه شدم که اصلا قرار نیست اینطوری باشه، قرار اتفاقا آدمش خوش بگذره. با یه گرافیک دیزاینر خیلی صاحب نظر تماس گرفتم به نام کوروش بیکپور، کاراشو دیده بودم و خیلی دوست داشتم روی کارهای کلیگرافی و تایپوگرافی و ازش خواستم که اینا رو دیزاین کنه و با هم در واقع با هم کار کردیم و یک کارخونه امریکایی پیدا کردیم. من خیلی برام مهم بود که اینا در امریکا ساخته بشه و از چوبی ساخته بشه که این از جنگلای میاد که در واقع ازش مراقبت میکنن علاوه محیط زیستی، برای هر درختی که میبرن 5 تا به جاش میکارن و ما خب رو کامپیوتر این کارا انجام شد،
خودمون وقتی پسندیدیم و تونستیم که کانترکت ببندیم با یه کارخونه چوب امریکایی، من رفتم اونجا و اونجا بودم وقتی که دقیقا تست کردیم و پروسه خیلی جالبی بود. من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم. از گلبرگ پرسیدم که به عقیده او چرا هیچ وقت فکر طرح و ساخت این مکعب‌ها برای کودکان در ایران شکل نگرفته است. ما سیستم آموزش و پرورشمون اگه بخوایم مقایسه کنیم با مثلا اروپای شمالی یا اروپای غربی، خب جوان‌تره و اینقدر اتفاقاتی افتاده توی کشور ما که ما هنوز وقت اینو نداشتیم که مثل اروپا یواش 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 خودمونم خیلی چیزا رو یاد بگیریم و درست کنیم. ولی خب به جاش ادبیات فارسی، حتی اگه سواد نداشته باشی، نتونی بخونی و بنویسی، ادبیاتمون، اشعارمون ماها رو خیلی خوشحال و در واقع عالم میکنه. اکنون مکعب‌های دکتر باشی از طریق وبسایت او به دست بسیاری از ایرانی‌ها در سراسر جهان میرسد. اما شاید جالب ترین اتفاق برای خود گلبرگ این باشد که خالد حسینی، نویسنده مشهور افغان، چند بسته از این مکعب‌ها را توسط سازمان خیریه خود به افغانستان برده و در چند مدرسه و کودکستان در اختیار کودکان افغان قرار داده است. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.